اسمم آقای آلوده است. با این عروسک ما یه سری فیلم ساختیم برای جلوگیری از آلودگی هوا و نعل وارو میزد. مثلا میگفتش که اینجا چرا دود پیدا نمیشه؟ وقتی دود نبود سرمو باید بذارم دم اگزوس ماشینا یه چند تا نفس عمیق بکشم. سال خدمت ایشون رسیدم دوباره. خیلی خوشحالم آقای کریمی از دیدن شما و میخواستم به طور کلی دو تا سوال از شما بکنم اگه اجازه میدین. یکی که شما اخیراً سینمای ایران خیلی در کشورهای خارج سر و صدا کرده و مخصوصا فیلم های آقای کیارستمی. بله. میخواستم ببینم نظر شما به طور کلی، چون شما استاد سینما هستید و اکثر این جوونا شاگرد شما بودن، بفهمید که این سینما رو چه جوری میبینید و چه چیزی هست که سینمای ایران انقدر موفق شده در خارج. این فقط مربوط به سینما نیست، هر پدیده‌ای که در جهان هست یه تولد داره، یه بلوغ داره، یه رشد داره، یه شکوفایی داره و به اوج رسیدن داره. سینمای ما که در سالهای به تاریخ ایرانیمون 1330 اون موقع شروع شده بود، اون موقع تولدش بود. در سالهای بین 30 تا 40 دوران کودکیشو گذروند، از 40 تا 50 دوران بلوغش بود. بله. از 50 تا 60 یواش یواش دیگه رشد کرد، الان رسیده به شکوفایی. این ریشه داره در تاریخ ما، اینجوری نیستش که ناگهان یه فیلمایی درست شده. به هر حال من شخصا خیلی خوشحالم از این بابت که سینما ما تونسته در دنیا راهی پیدا بکنه و اکران جهانی پیدا بکنه. من یادمه که همیشه آرزو داشتیم فیلمامون که از این مرز عبور میکنه، گاهی مثلا هفته فیلم ایران میذاشتن تو سینما تک، اینا یه ده روشن فکر میمدن فیلم ها رو میدیدن، بعضی ها به بچه هم میکردن ولی به اکران نمیرن. ولی در این سالهای اخیر کارگردان هایی تو مملکت ما پیدا شدن که مثل کشتی یخشکن حرکت کردن و بقیه هم دنبالشون راه افتادن و الحمدلله الان فیلمامون تو دنیا اکران داره. بله. غیر از جوایزی که تو فستیوالا میگیرن، من شخصا برای این جوایز زیاد ارزش قائل نیستم. بله. چون که دیپلم و جایزه هنرمند رو به نظر من مردم میدن. بله. ولی به هر حال این جوایز هم ارزش چیز هنری داره، ارزش جوایز. برای من میخوام اضافه کنم این رو به صورت این که از شما سوال بکنم که نقش اساتیدی که به اصطلاح این جوان ها ازشون آموزش دیدن به نظر من نقش خیلی مهمی هست. این را میخواستم شما یه اشاره بفهمید که ما قبلا نداشتیم، یعنی دانشکده سینما نداشتیم، دانشکده تئاتر نداشتیم، به هر حال اینها به نظر من نقش مهمی داشتن. نظر شما چی هست؟ خب دانشکده سینمای ما در سالهای 43-44 تشکیل شد. منم از روز اولی که این دانشکده تشکیل شد اونجا تدریس می‌کردم. ولی این به اون معنا نیستش که اگه من تدریس نمی‌کردم این سینما به اینجا نمی‌رسید. به هر حال تمام ادبای بزرگ دنیا، شعرای بزرگ دنیا یه روز مدرسه رفتن الفبه یاد گرفتن. ولی اون معلمه نمی‌تونه بگه که چون من الفبه تو یاد دادم پس شاعری را من به تو یاد دادم.
کارهای هنری مربوط به استعداد و یه چیز ذاتی ژنتیکه که اگر ممارست و تحصیلم باش توأم بشه اون وقت میتونه شهرت جهانی پیدا بکنه. سینمای ما به این مرحله الحمدلله رسیده و از این بابت من خیلی خوشحالم. یادمه یه چیزی برات بگم در این زمینه، وقتی کیارستمی فیلم نان و کوچه‌ش رو درست کرده بود، یه فیلم کوتاهی بود که همین تو همین محله ما متفاهم اومد گرفت، اخیراً یه کنفرانسی داشت که کیارستمی در خانه سینما یاد کرد از این مسئله. من از قول او حالا دارم میگم، من خودم یادم رفته بود. من وقتی این فیلم رو دیدم خیلی خوش آمد، دیدم این با وسیله خیلی کم، با یه پسر بچه، یه سگ، یه فیلم ساخته که آدم رو میگیره، آدم جذب اکران میشه و مسائل پسیکولوژیک درش هست اینا. گفتم آقای کیارستمی چرا شما فیلم سینمایی نمیسازی؟ این کیارستمی گفت تا چند وقت پیش تو خانه سینما. گفت من میترسم آقای کریمی، فیلم سینمایی مشکله، میترسم یه وقت شکست بخورم نتونم اینا. بهش گفتم عزیزم فیلم سینمایی 10 تا چیز دیگه 10 تا فصل داره و تو یه دونه از این فیلم ها رو ساختی، کسی که یه دونه چی بسازی نو تا دیگه شم میتونه بسازی. اینی که کریمی به من گفت من قدرت گرفتم و شروع کردم به فکر کردن در مورد فیلم سینمایی که بعد گزارش رو ساخت. گزارشش هم خیلی خوب فیلم بود. من یادم همون موقع براش تو روزنامه نوشتم که اولین فیلم نئورئالیستی ایرانه، که بعد به من گفت نه بابا تو خودت اولین فیلم نئورئالیستی رو ساختی. گفتم به هر حال غیر از من تو ساختی دیگه. برنامه برخورد اندیشه ها را مشاهده می‌کنم.